محمد علی موسوی جمال زاده اصفهانی، نویسنده و مترجم، در 23 دی ماه 1270 در اصفهان به دنیا آمد. جمال زاده به همراه خانواده در سال 1321 هجری قمری به تهران مهاجرت کرد. حدود 12 سال داشت که پدرش او را برای تحصیل به بیروت فرستاد. در سال 1910 تصمیم گرفت برای ادامه تحصیل به اروپا برود. سپس از راه مصر عازم فرانسه شد. جمالزاده تا سال 1911 در لوزان بود، پس از آن به شهر دیجون در فرانسه رفت و دیپلم حقوق خود را از دانشگاه آن شهر گرفت. جمالزاده در برلین با نشریه کاوه همکاری داشت و اگرچه بیشتر عمر خود را خارج از ایران گذراند، ولی تحقیقات و نوشته‌هایش درباره ایران و زبان فارسی بود. او نخستین مجموعه داستان‌های کوتاه ایرانی را با عنوان یکی بود یکی نبود در سال 1300 در برلین منتشر کرد و از این رو او را پدر داستان کوتاه ایرانی می‌دانند. جمالزاده در سال 1965 نامزد جایزه نوبل ادبیات شد. داستان‌های جمالزاده انتقادی، ساده، طنزآمیز و آکنده از ضرب المثل‌ها و اصطلاحات عامیانه‌اند. برخی از داستان‌هایش عبارتند از سر و ته یک کرباس، دارالمجانین، صندوقچه اسرار، تلخ و شیرین و فارسی شکر است. محمد علی جمالزاده سرانجام در سال 1376 در سن 105 سالگی در ژنو سوئیس چشم از جهان فرو بست. Thank you.